میکنم خدمت دوستان خوب و عزیزم. امیدوارم هر جا که از این تنتون سالم و دلتون خوش باشه. دوستان امروز میخواییم بریم جنوب ایران، غذاهای خوشمزه جنوب، غذاهای تندی که دارم واقعا خیلی طعم خوبی داره این غذا. یکی از این غذاهاشون غذای مرغ و گشنیزه که واقعا طعم خیلی خوبی میده. من امروز دیگه تصمیم گرفتم این غذا رو درست کنم، آموزشش هم برای شما بذارم. به این غذای خوشمزه و لذیذ میگن مرغ گشنیزی با آلو که واقعا خیلی هم خوشمزه، طعم بهشتی میده. من خودم که وقتی تست کردم خیلی خوشم اومد، خیلی خوشمزه است. جنوبیا واقعا تمام غذاشون خوشمزه است. حالا با هم بریم طرز تهیه این مرغ گشنیزی خوشمزه رو ببینیم. خب دوستان، الان من مواد اولیه که برای مرغ گشنیزیمون لازم داریم خدمتتون بگم. من یه دونه مرغ اینجا پاک کردم، آماده کردم. 600 گرم گشنیز پاک شده داریم. حدودا 10 تا 12 تا دونه آلو لازم داریم. نصف قالب این کره رو ما لازم داریم. این کره 50 گرمه، نصفش رو من میخوام استفاده کنم. یه دونه پیاز درشت، 3 حبه سیر، یه قاشق غذاخوری شنبلیله خشک، یه قاشق غذاخوری رب گوجه، زعفران دم کرده، غلیظ به مقدار لازم، حدوداً 2 قاشق غذاخوری. ادویجاتش هم که زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه، پودر سیر، پودر پیاز و ادویه مرغ. اینا از هر کدوم یه قاشق چای خوری. فقط فلفل ها نصف قاشق چای خوری. و نمک هم به مقدار لازم. برنج هم خیس کردم که درست کنم. الان من میخوام این مرغ رو نمک بزنم پشت روش رو بذارم کنار، بعد بیام این سبزی ها رو خرد کنم. تا موقعی که سبزی خرد شه بعد میام مرغ رو میذارم سرخ بشه. پیازمون اول نگینی ریز خرد میکنیم، بعد میریم سراغ گشنیزمون. دوستان ببینید در همین حد که خورچه کافیه. این خورد کردم، یا رو انجام دادم تموم شد. حالا باید بریم اینا رو همه رو سرخشون کنیم. روغنمون داغ شد، حالا من مرغا رو اضافه میکنم داخل روغن. حرارت متوسط باید بذاریم مرغ مرغ میشه، نه خیلی چند باشه نه خیلی زیاد. مرغ رو یه طرفی سرخ شد دارم برمیگردونم. مرغ رو سرخ شد، من از تو باقا در بیارم. حالا پیاز رو اضافه میکنم چون روغنمون تمیزه هشنگ، بعد طعم مرغ میده، خوش طعم میشه پیازمون. چون زیاد نمیخوایم پیازمون سرخ شه، میخوایم یکم نرم شه تفت بخوره. پیازمون تفت خورد، ادویه رو کامل همه رو اضافه میکنم. خب حالا سبزی رو اضافه میکنم. این هم شنبلیله خشکه. باید یکم آب جمع شه، یه خود سرخ شه. زیاد نمیخوایم سیاه بشه که مثل قرن سبز سیاه بشه، نه. یکم که نیمه سرخ شد بقیه کاراتو انجام میدیم. دوستان این قسمت رو من میزنم کنار. سیرمونو با این سیر لهکنمون سیرش هم اضافه میکنم. سیر وقتی له بشه خوشمزه تر میشه.
رو بم اضافه میکنیم، رو به گوجه رو نصف قالب این کره رو من اضافه میکنم. دوستان ببینید قشنگ دیگه تفت خورد، این روغنش هم نگاه کنید از اینجا مسیده میشه. حالا من میخوام مرغا رو بچینم روی سبزیامو. آلو هم نمیریدیم کنارش. حالا یه مقدار زعفرون میدیم رو مرغ ما. یه مقدار نمک. الان دیگه باید آب رو بهش اضافه کنیم. این دو تا لیوان بود، من یه لیوان دیگه اضافه میکنم. دوستان اگه دو تا رون داشتین، دو تا دیگه مرغ داشتین، یکی و نصف لیوان آب بریزی. الان مرغ من یه دونه مرغ کامل بود. به 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 چه مرغی، بوی گشنیز خیلی خوبه. من خودم تو سوپ وقتی گشنیز میاد زیر دندون آدم چه مزه خوبی میده. همین الان بو عطرش رو افتاده تو آشپزخونه. آره مرغ موجوش من درشو میذارم، دیرشم کم میکنم با شعله ملایم پخته شه که آبی زود خوش نشه. اینم آب برنجمون گذاشتم جوش بیاد که برنجمونم درست کنیم. یه سری به گوشتمون بزنم. اینم از مرغمون داره پخته میشه. برنجمون رو دم کردم، یه مقدار همینطور روغن روش میدم که کم کم آب چی بره داخلش. خب بریم سراغ مرغمون. به 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 چه کار کرده مامان بانو. دوستان فقط ببینین غذا براتون درست کردم، غذای بهشتی. فقط ببینین چی درست کردم. دیگه آماده شده، میخوام خاموشش کنم. ببینی به 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 به، یعنی تو عطر و طعمش اینجا ما رو گیج کرده. با من اینقدر خوش عطر و خوشمزه شده. من که تستش کردم یعنی بی نهایت خوشمزه بود. یه خاموشش کنم. این خالش باید غلیظ باشه، نباید زیاد آب داشته باشه. این با همون سه تا لیوان آبی که من ریختم دیدش رو کم کردم، یواش یواش یک ساعت رو کشید تا آماده شد. یه مقدار از حرارت بیفته، 5 دقیقه بعد بکشم داخل ظرف. گشنیزی خیلی خوشمزمون آماده شد خدمت دوستان عزیزم. دوستان واقعا خیلی خوشتم و خوشمزه شده، یعنی بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید، ارزشش داره. سعی کنید که زیاد مثلا مرغای تکراری درست نکنید، هر بار یه طعمی بهش بدید. یه موقع مثلا مرغ آل زعفرانی درست کنید، یه موقع با همینطوری گشنیزی درست کنید، یا با طعمای دیگه. در کل سعی کنیم که یه تنوعی توی غذاهامون ایجاد کنیم. حالا من یه تستی هم برای شما جلوی دوربین انجام بدم. یکم از این گشنیز بریزم اول که واقعا طعم خیلی خوبی داره، نمیشه ازش گذشت.
گوشتش یه آلو هم با اجازتون من بذارم. این آلو که دیگه یعنی بی نهایت خوشمزه شده. با اجازه دوستان واقعا جای همگیتون خالیه، یعنی دوستان نمیدونم با چه زبونی بگم، چه جوری تعریف کنم که واقعا بی نهایت بی نظیر شده طعم این غذا، خیلی خوشمزه شده، حتما حتما امتحان کنید. بعد این غذا هم باید حتما غلیظ باشه، یعنی آبکی نباشه که وقتی داخل ظرف میکشید آب خورش بره یه طرف، خود خورش بره طرف دیگه. ببینید قشنگ به روغن نشسته. اینه اینا روغناشی که اومده این کنار، همینطوری باید غلیظ باشه و به روغن بشینه که اون طعم اصلیش رو بده. بعد یه چیز دیگه هم خدمت میگم که طعم این غذا اون تندیش هم خیلی خوشمزش میکنه، یعنی سعی کنید این غذا رو که درست میکنی حتما اون فلفل رو استفاده کنید، هم فلفل قرمز هم فلفل سیاه، کم هم نریزیم، یه مقدار بریزیم که تند بشه خورشتون خوشمزه بشه. ماما جان این قدرت این خورش رو من میخوام نشون دوستان بدم، شما یکم یه جلوتر دوربین رو بیار جلو ببینید، اینه از این کنار، اینه اینم قشنگ روغن نشسته، اینم آلواشه ببینید، یعنی باید اینطوری قشنگ قدرت داشته باشه، یعنی به این روش درست کنید، به همین دست رو درست کنید، یه خورش بی نظیر خوشمزه، یعنی میشه مهمون همیشه یه سفراتون، یعنی بهتون قول میدم شما دو هفته یه بار یا اقلا ماهی یک بار این غذا رو حتما حتما درست میکنید. ممنونم عزیزان که تا آخر ویدیو همراه هم بودین، خوشحال میشم کانال حمایت کنید، از اون پیامای قشنگی که میذارین ازتون تشکر میکنم، خیلی خوشحال میشم وقتی پیامای قشنگتون رو میخونم، خیلی دوستتون دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.